این پست رو در ارتباط با کتابی که آقای خامنه ای در رابطه با خاطراتش در زندان در ونزوئلا چاپ کرده میگذارم. سال 1368 وقتی که ایشون به عنوان رهبر موقت معرفی شدن، من در شبکه دو سیما کار میکردم و قرار بود که برنامه در ارتباط با معرفی رهبر بسازم. نه تنها شبکه دو، در هیچ شبکه ای هیچ برنامه ای در رابطه با معرفی ایشون ساخته نشد به جز یک کلیپی که گذاشته شد که خمینی جلوی پای ایشون بلند می شد و این هم فقط مونتاژ بود، چون خمینی جلوی پای هیچ کس بلند نشده بود هیچ وقت. و بعد اینکه هر بار تو هر نماز جمعه که خامنه ای سخنرانی می کرد شبش خمینی اون رو تصحیح می کرد. و یکی از نماز جمعه هایی که من خوب به یاد دارم این بود که ایشون اعلام کرد که اگر سلمان رشدی عذرخواهی کنه و توبه کنه اون رو میبخشیم. همون شب آقای خمینی با عصبانیت زد تو دهنشون و گفت از این خبرها نیست. در ارتباط با برنامه ساخت برنامه برای معرفی ایشون رفتم دفتر کروبی، آقای کروبی که اون موقع فکر می‌کنم رئیس دفتر خمینی بود. حاصل دو روز رفت و آمد اونجا این شد که یه سری کاست با به دست آوردیم که این کاست ها قابل استفاده نبود، چون نمیدونم ایشون ستار میزدن یا تار، که ستار بود و تاری که میزدن و آوازی که میخوندن برای جمع های دوستانشون، چون میدونید که آخونده تو جمع های خودشون خیلی بهشون خوش میگذره. و بعد اینکه مدت زمانی که ایشون توی زندان زمان شاه یا بازداشتگاه بودن بسیار کم بود و چیزی نبود که بخواد بهش اشاره بشه به اون صورت، و همینطور فعالیت های سیاسی قبل از انقلاب ایشون بسیار کم رنگ بود. وقتی هم که به آقای کروبی اصرار کردم که اقلا یه خاطره یه چیزی تعریف کنن که من بتونم استفاده بکنم، ایشون دو تا خاطره برای من گفتن. یکیش این بود که گفتن فکر میکنم که فاصله ای که مادر ایشون با مادر خامنه ای فوت کردن یه هفته باشه. خاطره دیگرشون هم این بود که یادشون نمیومد که تو سفری که با خمینی رفته بودن و ایشون هم بوده، آقای کروبی آفتاب آب کرده رو دست خمینی ریخته یا آقای خامنه ای آفتاب دست پر کرده بوده رو دست خمینی ریخته بوده. آقای خامنه ای در زندان شاهنشاهی، نه تنها آقای خامنه ای، هیچ روحانی در زندان شاهنشاهی زجر نکشیده. آقای هویدا معروف بود به این که از حقوق خودش سیگار میخره برای روحانیون که توی زندان هستن. به روحانیون خیلی هم احترام گذاشته میشد متاسفانه.